برای بذر این برای خواهی صفی الله هاشمی عضو مجلس سنای افغانستان در استدیو حضور دارن. هاشمی صاحب خوش آمدین به استدیو صحبتان بخیر. در بس برگزاری 18 نشست سران سازمان همکاری های شانگهای که آقای غنی هم برای شرکت در این نشست به چین رفته، این نشست در چین برگزار میشه و افغانستان هم به گونه عضو دائمی نیست و به عنوان نظارتگر در این نشست شرکت میکنه. بحث های متمرکز در این نشست هم بحث جنگ افغانستان، افزایش ناامنی ها در افغانستان و تأثیر گذاریش روی منطقه و در حاشیه هم مسائل بازرگانی و یا هم اصل مسائل بازرگانی خواهد بود. از شما میخواییم بفهمم که دید شما و برداشت شما و فهم شما از شانگهای یا سازمان همکاری های شانگهای چست؟ این سازمان بیشتر در کدام حوزه؟ سیاسی، نظامی، سیاسی نظامی و یا هم اقتصادی پیشتاز است؟ به نام خدای بزرگ، عرض ادب احترام به شما، کارمندان گرامی تکنیکی شما و همچنان بینندگان گرامی تلویزیونی تولو نیوز. خب البته شما آگاهی دارین که سازمان همکاری های شانگهای در سال 2001 به اشتراک چین و روسیه و همچنان قرغیزستان و قزاقستان و بعدا ازبکستان، اونا به منظور تامین روابط نیک فرهنگی و همچنان اقتصادی اینا یک نشست را دایر کردن و بعد ترها تاجکستان و بعد از او کشورهای مانند ایران و هندوستان و پاکستان و بعد ایران و بلاروس و مغولستان و افغانستان و کشورهای ناظر در این نشست ها اشتراک می‌ورزند که امسال 18 اجلاس هزوسته. خب ما پیشتر بر شما عرض کردم که این سازمان نقش بسیار اساسی و عمده در رابطه با تامین روابط اقتصادی و فرهنگی و همچنان سیاسی و عالی در این اواخر طرحهایی هم در رابطه با همکاری های دفاعی هم در این سازمان مطرح است که شاید در رابطه با موضوعات امنیتی مخصوصا مبارزه با تروریسم در سطح منطقه اینا همکاری های داشته باشند و وجهات فکری مشترک را پیدا بکنند. البته در این سازمان که از سال 2012 به این طرف افغانستان رئیس ناظر شرکت میکنه، در تمام اجلاس های این سازمان موضوع افغانستان جزء اجندای اساسی و عمده نشست تشکیل داده که در رابطه مخصوصا در رابطه با مبارزه با تروریسم و تیونگی تامین صلح و ثبات در افغانستان. کشورهای مانند چین و روسیه که نقش اساسی را در این سازمان دارند و همچنان حضور ناظرینی مثل ایران و اعضای اصلی مثل هندوستان و پاکستان، اینا تأثیرات بسیار عمده دارند. البته طرح دیدگاه و نظریاتشان در رابطه با چگونگی تامین صلح و ثبات در افغانستان و ایجاد یک همکاری های در رابطه با انکشاف و توسعه و رشد ترقی و تعالی کشور ما داره. در این نشست افغانستان میتونه که فرصت خوبی داشته باشه در رابطه با اینکه تشریح بکنه مبارزه با تروریسم را و توجه اعضای سازمان در سطح منطقه جلب بکنه و همکاری های دائمی از اونا در رابطه با تامین صلح و ثبات اونا خوان باشه و همچنان در رابطه با مسائل اقتصادی هم طرحهایی میتونه صورت بگیره و این اشتراک افغانستان در این نشست به رئیس ناظر خود زمینای از این مسائل میسازه تا افغانستان از چالش هایی که در رابطه با مسائل ترانزیتی و تجاری وجود داره رهایی پیدا بکنه. خوش میسیم در بحث امنیت و پیکار با حراس افغانی، اعضای شانگهای چقدر در مسائل امنیتی و پیکار با حراس افغانی در منطقه و جهان دخیل هستن، نقش دارن؟ خب ببینیم که اعضای اصلی سازمان مثلا کشورهای مانند روسیه، مانند چین و همچنان موجودات ایران و خود پاکستان و هندوستان و همسایه های شمالی افغانستان مانند کشورهای آسیای میانه مثل ازبکستان و تاجکستان و بعدا قرغیزستان، اینا تشویش های در رابطه با موجودات تروریسم در افغانستان و ادامه جنگ در افغانستان اونا خواهد دارن که ما واکنش های از اینا را از طریق رسانه و همچنان از طریق منابع خارجی دیگه که مقاماتشان ابراز داشته ما داریم.
خوابی میتونه که بسیار مفید واقع شود تا یک فکر مشترک در رابطه با مبارزه با تروریسم و همکاری دائمی با افغانستان در راستای تامین صلح و ثبات بین اعضای این سازمان، مخصوصا کشورهای مثل فدراتیو روسیه و چین و همچنان ناظر مانند ایران با وجود بیاید تا بتونه مفید واقع شود کشور افغانستان در راستای مبارزه با تروریسم و همچنان در راستای تلاششان به خاطر تامین صلح و ثبات در این جغرافیا. آشمی صاحب، سازمان شانگهای از راه گذر حیثیتی در بین سازمان های کلان چون ناتو و دیگر سازمان هایی که کار میکنند در مسائل جهانی و به سطح جهانی، حیثیت این سازمان در چه حد است؟ خب من پیشتر برای شما عرض کردم که در کل در نظم سیاست جهانی امروز فدراتیو روسیه، چین و همچنان میتونه که کشورهای مانند هندوستان و ایران نقش بسیار مهمی اساسی را در راستای تامین صلح و ثبات و رشد و توسعه و انکشاف اقتصادی منطقه و در سطح بین المللی داشته باشند، که این خودش پر اهمیت شدن سازمان شانگهای ای برملا میسازد و این نقش بسیار اساسی میتونه داشته باشد در تصمیم گیری های بین المللی در رابطه با چگونگی تامین روابط نیک با کشورهای بین المللی و همچنان مسائل صلح و ثبات در سطح جهانی و در سطح منطقه. خوش بیسیب، ریاست جمهوری و سخنگوی رئیس جمهور گفته که یکی از بحث های مورد تمرکز در نشست شانگهای پرداختن به نگرانی های کشورهای منطقه از وسعت و یا هم گسترش ناامنی ها در افغانستان خواهد بود. این نگرانی ها و تمرکز روی نگرانی طرح ها در حد امی نگرانی است و یا در حد اقدام و فراتر از نگرانی است؟ روسیه تونست در سوریه داعش که بسیار با نیرو و به شدت نیرومندتر از طالبان افغانستان در افغانستان حضور داشت، سرکوب بکنه و حتی نابود بکنه. تا به حال چرا در افغانستان مداخله نکرده، واکنش به مسائل امنیتی افغانستان نداشته و وارد تعامل در این بحث نشده؟ خب در اینجا نقش بسیار اساسی و محوری را خود رئیس جمهور افغانستان دارد تا بتانه که یک کشور را متعقین بسازه که در رابطه با مبارزه با تروریسم که خطر بسیار جدی در سطح منطقه و جهان است، یک فکر مشترک از اونا را جلب بکنه. نه تنها فکر مشترکشان را جلب بکنه، بلکه اونا را قانع بسازن که آنچه که خلاف منافع و مصالح مردم افغانستان است از اون دست بکشن و بیاین در راستای تامین اما منافع و مصالح عمومی مردم افغانستان و در واقع جلوگیری از خطر بسیار جدی که تروریسم در سطح منطقه ایجاد کرده و میتونه یک خطر بسیار جدی برای کشورهای مانند فدراتیو روسیه، چین و همچنان ایران و سایر کشورها باشه، اینا باید این ظرفیت و اینیشیاتیف مقامات افغانی باید اینا ارائه بدارن تا که این کشورها آهسته آهسته یک فکر مشترک در رابطه با مسائل افغانستان داشته باشن، نه اینکه هر کدام این کشورها تا هنوز هم بخواهند که به خاطر تامین و مقاصد منافع خود در افغانستان حضور داشته باشند و هر کدامشان به عوض که نقش فعال در رابطه با تامین صلح و ثبات در افغانستان داشته باشند، اونا به خاطر تامین منافع خود و رقابت هایی که بین کشورها در سطح منطقه و جهان است وجود داشته باشند اونا گام بگذارن. این بستگی به ما چگونگی ارائه واقعیت هایی موجود جامعه افغانستان و همچنان نقشی که افغانستان از لحاظ ژئوپلیتیک اکونومیک در سطح منطقه داره و میتونه مهمت موثر باشه در رابطه با توسعه روابط اقتصادی و رشد انکشاف منطقه، این استقلال با صورت بگیره و اونا متعقل ساخته شوند. آش میشه حضور افغانستان در بیشترین نشست های بزرگ و نشست های سرنوشت ساز برای افغانستان بسیار ضعیف گفته شده، یعنی حکومت افغانستان از نشست های کلان نتونسته دست آورد کلان داشته باشه. حال در نشست شانگهای حکومت افغانستان که خود رئیس جمهور در این نشست از آدرس افغانستان شرکت کرده، حرف به گفتن داره، برنامه به گفتن داره و طرح برای مهار مسائل افغانستان داره. خب مسائل افغانستان قسم پیچیده و بغرنج و مبهم شده که در اینجا منافع و اهداف کشورهای چون آمریکا، فدراتیو روسیه، چین، ایران و سایر کشورها نهفته است و با تاسف روی واقعیت عینی که ما در جامعه خود ببینیم، مثلا از لحاظ امنیت که چگونه باید وضع امنیتی مردم خوب می بود ولی برخلاف می بینیم که به بحران کشیده است، و از لحاظ اقتصاد ما می بینیم که بدبختانه
هنوز ما نترسیم که اما بودجه ملی خود ما اکثریت فاند از خود از آید ملی خود تامین بکنیم. ما هنوز هم دست به کمک نیاز به کمک های خارجی داریم که بسیار جای تاسف است و مردم ما با زیر تحت فقر هستند. مثلا 54% که از اوسط فقر گرفتن این بسیار یک رقم وحشتناک است و در رابطه با مسائل سیاسی هم نقش افغانستان در اینجا تا هنوز ما نتونستیم که کشور را متحقن بسازیم که باید در رابطه با افغانستان یک فکر مشترک صورت بگیره و ما میبینیم که مسائل چنان بغرنج است که هر روز روی مسائل افغانستان تشویش های وجود داره که نباید افغانستان یک میدان جنگ رقابتی و یا نیابتی بین قدرت ها شود که این تشویش وجود داره و نباید افغانستان او ابزار یا وسیله به دست این کشور یا آن کشور شود تا بر ضد منافع دیگه کشورها از اینجا اقدامات صورت بگیره. خب با تاسف در این راستا ما هنوز نتایج چندان مثبت نمیبینیم. بله و کوتاهش میسپ در بس به مسائل افغانستان به حل بحران افغانستان به دو روز پیش به روز جمعه نشست بروکسل برگزار شد. نشست وزیران دفاع ناتو در این نشست تمویل به تجهیز نیروهای دولتی افغانستان تا سال 2024 میلادی از طرف اعضای ناتو پذیرفته شد. این به معنی ادامه جنگ تا 2024 است. خب یقینا این کمک ها میتونه برای ارتقای رزمندگی نیروهای مسلح افغانستان مفید واقع شود. چنانچه یک بخش کار که اینا تا هنوز تانستن که به هیئت برسن در نتیجه همین کمک ها بده. ولی با تاسف این کمک ها در مراحل و در شرایط و در اوقاتی که اولویت داشتن که از او استفاده موثر به نفع مردم افغانستان صورت بگیره صورت نگرفته تا کنن و واقعیت بسیار دلخراشی ناشی از ادامه جنگ خونریزی ها در اکثر ولایات جغرافیای افغانستان دیده شده که موثریت این نشست ها باید عملی برای مردم افغانستان ثابت شود، نه اینکه تا این نشست ها و شعارها. تشکر آقای سفی الله هاشمی عضو مجلس شورای افغانستان از حضور شما. تشکر.